برم مراد ویسی همراه من هست. مراد، در این مورد خیلی حرف زدیم، اما نظر یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس نظر رو جلب کرد. حرفی بودش که با هم زدیم، میخوام ادامه بدیم. میگه ما ناراحت بودیم که گنبد آهنین نداریم، الان فهمیدیم که آژیر هم نداریم. یه کاربر دیگه ای که نزدیک به جمهوری اسلامی میگه آژیر مال اسرائیلیاست، ما مقاومت میکنیم. اصلا این نگاه که در واقع شما نیازی به آژیر خطر برای شهروندت نداری، احترامیه که به در واقع مردم ایران گذاشته نمیشه توسط جمهوری اسلامی. بله، در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران و ایرانیا رو به جنگ برد که مردم رو برای این جنگ آماده نکرده بود، از مردم هم سوال نکرده بود اصولا شما میخواید با اسرائیل بجنگید یا نه. 8-9 تا نکته رو من یادداشت کردم بگم. این نکته‌ای که شما گفتید مهمترینش. یعنی چی؟ یک نیروی مسلح موقعی موفقه که مردم پشت سرش باشن. الان مردم اسرائیل پشت سر نیرو مسلح و دولتشونن، در حالی که مردم ایران شکاف عمیقی بین خودشون و حکومت قائلن. این حکومت مردم رو سرکوب کرده و خیلی از مردم، بخش قابل اعتنایی از مردم، با وجودی که ایران رو دوست دارن، دوست ندارن به کشورشون حمله بشه، ولی از هر کسی که جمهوری رو اسلامی رو بزنه خوشحال میشن. این مهمترین نکته در این جنگه که مردم ایران پشت سر این حکومت نیستن. اما نکات دیگه، حمله امشب اسرائیل یه حمله کلاسیک که یک ارتش کلاسیک انجام میده، از مزیت خودش یعنی نیرو هوایی استفاده کرد برای که مزیت دشمنش یعنی موشکی، پدافند و پهبادیشو از بین ببره. حمله امشب اسرائیل که 3 ساعت به طول انجامید نشون داد یک نیروی هوایی مدرن و تجهیز شده و آموزش دیده و مانور کرده و رزمایش دیده چطور میتونه مؤثر باشه، در حالی که یک نیروی هوایی که کهنه است هواپیماهاش، به این دلیل که دولت ایران و حکومت ایران با دنیا رابطه خوبی نداره، نمیتونه خودش هواپیمای جدید بسازه، نمیتونه از دنیا هواپیمای مؤثری بخره، یک نیرو هوایی کهنه در مقابل یک نیروی هوایی مدرن و بروز، در حالی که ما در ایران خلبانهای خوبی داریم ولی جمهوری اسلامی به دلیل سیاستاش نمیتونه هواپیمای جدید بخره. علاوه بر نیروی هوایی، شما اتاق عملیات دوتاشون رو با هم مقایسه کنید. اتاق عملیات جمهوری اسلامی، فرمانده‌ها هر کدومشون داد و فریاد، احساسات، یه موشک از اون ور، الله اکبر، یه آخوند اونجاست که من نمیدونم مثلا میخواد مثلا به موشک‌ها دعا بخونه، عقیدتی سیاسی چیه. متقابلا شما اتاق عملیات اسرائیل رو میبینید، همه فرمانده ها نشستن، با وجودی که فرمانده کل ارتش فرمانده کل عملیاته، ولی شما نگاه میکنید دخالت نمیکنه. فرماندهی با تعمیربار فرمانده نیرو هواییه، ولی فرمانده کل ارتش اونجا نشسته که اگر فرمانده نیرو هوایی نیاز به کمک داشت کمکش بکنه. احساساتی در اون اتاق عملیات نمیبینید. این بمباران های دقیق نشون میده اسرائیل اطلاعات رزمی، اطلاعات عملیاتش چقدر دقیق بوده. این برخورد اسرائیل نشون میده اسرائیل حمله کرد، ولی یک چیز براش مهم بود: دشمن رو بزن بدون اینی که به خودت آسیبی وارد بشه. این جزء اصول جنگه که شما ضمن اینی که به دشمنت آسیب میزنی خودت آسیب ندی و نیروی هوایی اسرائیل امشب آسیب ندی. از اون طرف مجموع موقعی که پدافند جمهوری اسلامی رو داریم نگاه میکنیم کاملا معلومه شکست خورده است. سالها خرجش کردن، سالها پروپاگاندا داشتن ولی جواب نداد. و آخرین نکته، اسرائیل امشب ثابت کرد رجز رو تا جایی بخونید که بتونید عمل بهش بکنید. جمهوری اسلامی رجزخوانی کرد که من پدافندم اجازه نمیده. همین دیروز بود فرمانده هاشون گفتن ما اجازه نمیدیم هیچ پرندهی وارد ایران میشه. همین دیروز گفتن. خب الان 100 خورده هواپیما تونستن این حمله رو انجام بدن. 1500 کیلومتر اومدن. بمب افکن توش بوده، جنگنده توش بوده، سوخرسان توش بوده. موج اول حمله هم تونستن پدافند ایران رو بزنن. بعد 3 ساعت بمباران کردن. این نشون میده حمله کلاسیک بوده با برتری مطلق اسرائیل و آثار حمله به زودی مشخص خواهد شد.
ممنونم از تو همکارم مراد ویسی.